سلام علیکم جناب، خوبتین؟ صحتمند جان جان؟ چهار خنبر میرفتم میبرم داجی لالا. سایش تشکر، خبر مرکب. خوب هستین استاد؟ چی حال دارین؟ بخیر هستین؟ خوب هستین؟ صحتمند جان جان؟ تشکر، زنده باشی استاد جان. در اول اگه یک معرفی کوتاه از شما داشته باشیم. من محمد داوود هستم، باشنده شهر کابل هستم، تکسیوانی میکنم. عروسی قدیم استاد؟ بله سید، بله. چند اولاد داری؟ من شکر سیتا. چند ساله هستن و درس میخوانن نمیخوانن؟ آه شکر، یکیش 15 ساله هست، یکیش 13 ساله، یکیش هم دیگه 10 ساله میشه. ولی به حساب قوانین خوب است دیگه، قدر قوانین هم به حساب ما موتربانا بگیم شخصا خودم میکنم، قوانین مراعات میکنم. خیلی کسا نمیکنن قوانین مراعات نمیکنن، به جای استاد میزنن، استاد میکنن به جای میبراین، به دست یک تعداد میبراین. خب بازم نظم ترافیک خوبتر هستن، استادشان میکنن، پرسانشان میکنن، نمیمونشان. خوب است شکر، فرصت هم شده، خیلی چارایی ها خوب شده، خیلی سرک ها باز شده، اینی گپ ها زیاد الحمدلله خوب شده. حالا طبعا دیگه ما سن سال هم بالا رفته و یک درجه کم حوصله میشیم، خود کنترل میکنیم. خب وقتی که برش بگی که چرا ایتو میایی، میگه برو. خب برو خو نمیشه، باید مثلا همین سیستم اساس تا خوب شه و باید قوانین رعایت شه و خوب میشه. بخاطر دیگه کسایی که در سر سرک هستن، یک تعداد مردم کار دارن، ضرورت دارن، میبراین مثل ما رو بیکار نیستن که بگویم خب برو سعیس. تو گپا مشکلات ها هست اولا، خب نمیکنن، رعایت نمیکنن. خب ما کوشش میکنیم که رعایت کنیم، خود کنترل کنیم. تاکسیوان شهر هستیم، باید بسازیم دیگه. حداقل ما به حساب تاکسیوان باید یک خورده بیشتر نظم رعایت کنیم و قوانین رعایت تر. والا ما امیرم نفهمیدیم علت از همین چیز، به خاطر از اینکه گفته تو خیلی کساس بدام میبره، مگم اکثریت همین جوانا را که میبینی همین تک کلامش اینی گپای بد است، فاش از بعد از اینی گپا رو میزنن، کدمام زیاد سر میخورن. باز من که این گپا رو زیاد میزنم مثلا بچه جوان ها، یعنی می اولین گپش از خب دور از دار من خیلی گپای بد میزنن. نمیفهم والا کی تاسیدی چی هسته، اید نفهمیدی ما میره که گفته تو بعد هم میبریم و باز زیاد گفتام میشه، بسیار زیاد میگن همیشه در موتر میچینن همیز بچه های جوان اکثریت. والا خیلی فرق کرده جوان های حال، اگر اتفاقا چی بگم، چه رقم برات بگویم، حالا خیلی پیشرفتم شده از نظر سواد. بسیار جوانای ما نام خدا نام خدا حالا بسیار پیشرفتم کردن، درس هم خواندن، خیلی زیاد علم هم است. مگر اون موقع نبود، اون موقع زیاد احترام بود، بسیار زیاد احترام بود. با خدا باور کنین که من خودم اکثریت یک بیادر کلانم یا کاکای میشش، من صحیح گپ زدن نمیتونستم. حالا نه او گپا نیسته، برعکس چیزایی را از جوان ها میبینی خدا کنه بعدش را نیاید. بسیار به احترامی زیاد شده، بسیار اگر فامیدام شدن، درس هم خواندن، علمشان هم پیشرفت کردن. سابق گپا نبود زیاد، این گپا زیاد نبود برای ما. شما معلوم از این تحولات همین 40 سال خیلی ترقی کرده، پیشرفت کرده. اکثریت مردم بیسواد خیلی کم داریم، من خودم سواد نخوندیم، درس نخوندیم. مقصد از این که بچهای حال را مسایی میکنم، اکثریتش زمینه برایشان مساعد است، خیلی خوب درس، کورس ها، مدرسه ها. و اگر باز هم یک ذره جوان ها سرشان بد نخوره، ولی بیفرنگی زیاد شده، یک ذره همه طور به احترامی کم شده، احساس کم شده. اینی گفت ها تعلیم کردن و تربیه شدن؟ تربیه شدن، ولی اگر نه استادا خیلی میگن، ما خودمون رفتیم دیدیم بچه های خودمون را زیاد میفهمانند، میخوایند در مکتب ها میخوایند که بچه تو درس نمیخوانند، اگر خیلی هم در گوش هایشان میخوانند استادا خیلی ببینند. مگم ولی ما چیم چرا ایتر شده؟ در دوران جمهوریت زیاد انتحار انفجار میشد، با شما دیده بودیم زیاد میشد. ما طرف اودخیل رفته بودم، از اون طرف می آمدم، ساعتای 11:30 بجه بود، یک قاری سای بالا شد، بسیار مویایش خوب نورانی آدم هم ولی بود، بسیار نورانی هم بود و مویایش کشال چشما سرمه کدگی بسیار همه طور. خب اکثریت اوقای ایگپا کم بود،
تو نمیدیدی مال قاری سایباس نام خدا کلشان اکثریت میبینیم مویا کشال و دستار زدن و این گپا حالا دیگه برای ما شما عادی شده و وقت آدم میترسید واقعا میگه خدای نخواسته خدای نخواسته کدام گپ بشه یک مولای صاحب همینجا مولای هم نبود یک آدم عادی بود خب مولای صاحب واره بود بسیار هم تو قواره چی داشت بالا شد در پیشونی موتر همینجا شش مره گفت میرم کارت چار برای پاسپورت میامد برای پاسپورت میامد که از این گپ زدم این پیشونی شش واقعا کمی شش پیسرم کوتاه نکردی شش در مینه موتر شش آمده ما زیاد طرف دیم سعی میکردم بسیار دیگه همی حساب واقعا ترسیده بودم گفتم خدایا دیگه خودت رحم کن دیگه هرچی که هست واقعا می ترسیده بودم اینو میخاطر ما تا میجا ما آیت الکرسی را خواندم میرفتم میامدم و حساب از دستی که زیاد طرف سعی کردم ای از همی چهره ما دید دمی سر شانه دستمان گفت ترسیدی گفتم والا ملا صاحب حسین قاری صاحب حسین مولایی صاحب حسین واقعا ما ترسیدیم از خدا که نترسی از بنده خوب چیزی که قسمت باشه اما تو میشه تو بچه میت نترس ایت نترس ای گپا نیست ما فهمیدم ای گپا میترسم مردم که تو ای گپا میشه مگم اونم به خدا تا اینجا آمدم ما سه دفعه با سعی کرد گفت هیچ گپ نیست ما گفتم در چک پوینت هم استاد ما کرد کجا میری در چارهای عبدالحق همینجا چک پوینت بود چک پوینت هم استاد کجا میری باز کرد گفت میریم ریاست پاسپورت از همون جا آمدیم اونمو خاطریم بسیار ترسیده بودم بسیار ترسیده بودم حتی که داره مقابل فامیده بود ای فامیده بود طرف مقابل فامید که هیچ که کدام بگی یکام تعداد روانشناس باشه یا مثلا چی باشه که از قوارید ببینه بشنازه مگم قدر من ترسیده بودم که واقعا تو فکر کن که گفت بچه ایت نترس هیچ گپ نیسته همه تو گفت بخدا و من فامیدم ترسیدی آه بسیار همه تو خود چی کرده بود آه دیگه دینی چی فکر کردی که چی باشه خدای نخواسته گفتم حالا خب یادت تکیسی سر رقم نفر سوار میشه دور از گپا باشه که گفتم خدای نخواسته آه والا والا جوان ها دیگه از دیگه چیز نیست یک تعداد از دست بیکاری از دست تنگ دستی فرار کردن کشورهای بیگانه مسافر شدن واقعا مسافرت بسیار سخت است تقاضای ما از اینمی است که کوشش کنن خدا نه بشناسن حالا که رفتن اونجا درس بخوانن پیشرفت کنن بیاین وطن را جور کنن برگردن در وطن خدا خدا مهربان است خدا مهربان است جور شده و جور را میشه دست به دست یکی دیگه بتیم ما خو از ما خو بیادر چیز ساخته نیست خو علای پاک کمک کنم و جوان ها این دای مملکت است همیشه آرام باشن بیاین وطن را جور کنن درس بخوانن پیشرفت کنن ترقی کنن کمی وطن آباد شوند که نسل آینده پیشرفت کنن یک چیز جور شو از وا بخیر یک آینده درخشان داشته باشیم یک وطن آباد آرام داشته باشیم تشکر استاد خیر ببینید خدا خیر جان جور آرام باشید تشکر از شما با عزت و با آرام باشید خیر ببینید خدا حافظ.